شما به حکم سرشت پاک ایرانی و غیرت ملی سال گذشته در پیشرفت امور خیریه و مخصوصاً ایجاد پرورشگاه‌ها این آواز دیلمان رو در 1321 که من از خوزستان آمدم دلیلی نمیتوان یافت که ما در آینده نزدیکی به تمدن بزرگ نیستیم. یافت ما که با بد ملی شهر شد به جهان. درود بر شما. به قسمت اول فصل دوم تنین تاریخ خوش آمدید. شماره این برنامه تاریخی به 53 رسید. عبدالله عبدی هستم و با افتخار به کمک صداهای تاریخ ساز گنجینه صدای عبدی مدیا تاریخ را برای شما شنوندگان پادکست ایران اینترنشنال روایت می کنم. گفتم این برنامه نخست را با صدای متفاوت از یک هنرمند آغاز کنم، فریدون فرخزاد. موسیقی ابتدایی موسیقی زنده‌ای بود که در ابتدای برنامه‌ای با نام جمعه بازار کاری از فریدون فرخزاد خوانده شد. اما کیست که تاریخ رسانه و هنر ایران را بداند و نام فرخزاد را نشنیده باشد؟ فریدون فرخزاد شاعر، ترانه‌سرا، خواننده، تهیه کننده، کارگردان و مجری تلویزیونی و رادیویی بود که به دلیل فن بیان، تسلط در محتوا، اشراف به وقایع روز و ابتکار و خلاقیت ویژه در برنامه سازی و سخنوری شهرت یافت و در آسمان هنر ایران ستاره شد. از جمعه بازارش در رادیو تا برنامه پرمخاطب میخک نقره‌ای و اجراهایش بر روی صحنه او را به مرد کم نظیر اجرا در ایران تبدیل کرده بود. اما شعر این برنامه را که شنیدم برایم تکان دهنده بود. روزی که او میدرخشید و این برنامه را میساخت فکر نمی کرد که ترجیع بند این ترانه ابتدایی یعنی دیگه بر نمی گردم تبدیل به سرنوشت تلخ او شود. او می خواست برگردد اما به برنامه بازگردیم. این برنامه توجه فریدون فرخزاد به فرهنگ ایران و تلاشش برای دغدغه‌مند کردن جامعه ایرانی برای شناخت بزرگان ادبیات و فرهنگ ایران را نشان می‌دهد. خود فرخزاد از رپورتاج این برنامه‌اش سخن می‌گوید. یه چیزی داشتیم سابقاً در برنامه‌مون به اسم رپورتاج، مدتی تو اسمی نمیاری ازش. چرا؟ اتفاقاً دوباره ما این کارو شروع کردیم و الان براتون رپورتاج نفته رو پخش می‌کنم که البته اول رپورتاج خودم توضیح لازم رو دادم، فقط بگم که راجع به آخر و عاقبت رستم هستش که رستم چی شد؟ آخرش به کجا ختم شد و میدونید که رستم یک وقتا واقعا یه جا دنبال تروب میری یه جا عاقبت رستم میری. بله، این برنامه هستش، برنامه جمعه بازار، یعنی مجموعی از تمام چیزهای جدی و شوخی. مسئله رستم خودش خیلی جدیه چون یکی از قهرمانان واقعا افسانه‌ای ادبیات کشور ما هست و هیچ جای شوخی نیست راجع به رستم، ولی من دلم میخواد بدونم که مردمی که اینقدر رستم میکنن و رستم و سهراب رو میشناسن و از فردوسی صحبت میکنن و شاهنامه رو میگن خوندیم هممون، تا چه اندازه راجع به آخر و عاقبت رستم با اطلاع هستن. خیلی من جدا نمیدونم. و حالا رپورتاج براتون پخش میکنیم و آرزو میکنم که از رپورتاج نفتمون همونقدر لذت ببرید که از رپورتاج های سابقمون مثل آب کرج یا قله دماوند یا حالا نوبت میرسه به آخر و عاقبت رستم. خب در ابتدا سخنم کمی طولانی شد. بسیار جالب است تا سوال و پرسش فریدون فرخزاد و گفتگوی او با مردم را در دهه 50 بشنوید. موضوعی ساده اما پرچالش. قول می دهم تا پایان برنامه این گزارش را متوقف نکنم تا با همان حال و هوای فریدون فرخزاد همراه باشید. آقا سلام علیکم، حال شما چطوره؟ شما اهل کجایید؟
اهل اردبیل. اهل اردبیل هستید؟ بله. شما راجع به شاهنامه فردوسی چیزی شنیدین؟ شنیدم بله. بله. میدونی که شاهنامه چیه؟ سواد نداریم. ولی خب شنیدین. کتاب بله. شعر معروف بله. شاعر ایرانی فردوسیه. بله. میدونین که فردوسی از رستم و سهراب صحبت می‌کنه؟ بله، درست. میدونین که رستم کی بوده برجام؟ بله، میدونم. قهرمانی بوده. رستم و افراسیاب میدونم. رستم و افراسیاب بله. و سهراب و همه. سهراب بله. شما میدونین که بر سر رستم چی اومد؟ آخرش چی شد رستم؟ آخرش مرض شد. خب مرض شد مرد دیگه. خلاصه مرض شد. چه مرضی گرفت؟ مرض حسبه گرفت. مرض حسبه گرفت. حسبه گرفت بله. و مریض شد. بله مرض. چند وقت مریض بود؟ تقریبا 5-6 روز اینطوری. 5-6 روز مریض بود و بعد چی شد؟ بعد اون وقت که ما اینجوری که شنیدیم که فوت کرد. فوت کرد. بله. یعنی حسبه گرفت و فوت کرد. قربان شما اسم شما چی است؟ تقی امیرفتی. آقای تقی امیرفتی اهل اردبیل. قربانتون برم. قربانتون. قربان شما. مرسی. خانم سلام علیکم. حالتون خوبه؟ شما خودتون معرفی میکنین؟ بله. من همای تهرانی. خانم تهرانی شما شغلتون چیه؟ خانه دارم. شما مدرسه رفتین درس خوندین برای که پشت رول نشستین و رانندگی میکنین به طور حتما سواد دارین؟ نه این دلیل نمیشه که حتما سواد داشته باشین. آدم بی سواد که پشت رول نمیشینه به این صورت که شما نشستین. خب. شما فردوسی رو میشناسین؟ تقریبا. شاعر نامدار ایرانی هستش. خب میدونید که فردوسی شاهنامه‌ای داره که درش از رستم و سهراب بلد. صحبت کرده. میدونید؟ بله. خب شما میدونید که رستم آخر پسر سهراب رو کشت بدون اینکه بدونه که این پسرشه و سهراب هم گفت که ای وای که مردم و روی پدرم رستم رو ندیدم و اونجا رستم میزنه توی بلد. سرش و میگه خب گذر. خب شنیدی. بر سر رستم چی اومد؟ آخر رستم چی شد؟ والا مثل اینکه رستم هم پسرش مثل اینکه کشتش همینطوره. اگه رستم خودش پسرشو کشت و نمیدونست که پسرشه چجوری پسرش پدرشو کشت دوباره؟ نه مثل اینکه رستم و نمیدونم یکی چیم باید شد رستم رو کشت دیگه. آخه نمیدونی که کی چی شد کجا؟ والا درست به خاطرم نیست اتفاقا این یادم بودش کی بود نمیدونم زال بود یا همچی کسی بود مثل اینکه زال که پدر رستم بود اونجا من میدونم دیگه پسرشو نکشته که خانم حالا شما میدونین بگین ما هم بدونیم اگر شما به برنامه گوش بدید آخر برنامه متوجه میشین که بر سر رستم چی اومد اما شما نمیدونین برنامه مال ورزشکاراست مال خانه‌دارا نیست که من گوش بدم خانم از کی تا حالا شاهنامه فردوسی مال ورزشکارا شده یک از بزرگترین کتاب‌های ادبی کشور ما و حماسی کشور ما شاهنامه فردوسی هستش این مال آقایون باشه باید گوش بدن حتما چون خانم‌ها میدونی با شاهنامه این چیزا سر کاری نداره خانم‌ها چی میخونن خانم آقای دارم داستان میخونم خانه‌داری میخونن رژیم دارم پس خانم‌ها نباید ادبیات کشور رو بشناسن نظرتون باید بشناسن ولی برای یه خانمی که خانه‌داری فکر نکنم زیاد مناسب باشه حالا این عقیده شخصی من خیلی متشکرم خانم خانه‌دار قربانتون برم قربان شما خانم مرسی سلام خانم سلام حال شما چطوره بهتر از دیروز خوبی خانم شما خودتون معرفی میکنید چرا که نه چی اسمم فامیلم بله اسمتون روبینا روبینا خانم روبینا شما فردوسی رو میشناسین شاعر ایرانی 100% شاهنامه‌ش رو خوندین؟ بله میدونم میشناسمش. بله. خیلی خوب. میدونین که در شاهنامه از رستم و سهراب صحبت میکنه؟ بله حتما. خب میدونین که آخر سهراب چی شد؟ نه یادم نیست. شما میدونین آخر رستم چی شد؟ مرد دیگه نه. خب بله آخرش منو شما میبینیم آخر سر. ولی چه جوری؟ چون من ادبیات نخوندم، من ریاضی خوندم. ریاضی خوندین؟ دو تا چند تا میشه؟ تقریبا 8 تا. بارک الله. واقعا که ریاضی خوندین. خیلی متشکرم. قربان شما. سلام آقا. سلام. حال شما چطوره؟ قربون شما. شما شغلتون چیه؟ من مهندس برقم. مهندس برق. با ادبیات سر کاری داشتید؟ با ادبیات تنظیم. اسم فردوسی رو شنیدید؟ بله. اسم شاهنامه رو شنیدید؟ بله. میدونید که رستم با سهراب چه کرد؟ بله. چی کارش کرد؟ شنیدیم. خب. جنگی کردن و در اون جنگ رستم بالاخره سهراب کشت. آها. بدونی که بدونی پسرشه. بدونی که بدونی. بر سر رستم چی اومد؟ نمیدونم. آخر رستم چی شده؟ نمیدونم. نشنیدید نخوندی تو شاهنامه نخوندید از کسی نشنیدید این قسمت شده. همه عاقبت سهراب رو میدونن ولی عاقبت رستم رو کسی نمیدونه هیچ چی نمیدونی شما راجع به عاقبت رستم نه همین الان یه آقایی به من گفتن که حسبه گرفت و مرد حسبه گرفته بود من. یعنی اون موقع چه حسبه رو میدونسته من نمیدونم یه آقای اردبیلی به من گفتن حسبه گرفت و مرد من نمیدونم متاسفانه نه هیچ چی نمیدونی هیچ چی نمیدونم خیلی متشکرم آقا سلام سلام حال شما چطوره تشخیص نمیدونن حسبه رو پس چی شده عاقبت رستم به مرگ طبیعی مرده مرگ طبیعی یعنی خوابی تو رخت خواب و گفت مرد حتما
یا کشتنش آقا یا که کدومشه؟ این البته شما بهتر خودتون میدونید اینا بگید که من دارم بخاطر از مردم سوال بکنم ببینم که مردمی که اینقدر به عاقبت سهراب علاقه نشون میدن و اینقدر نقاشی میکنن عاقبت سهراب رو که رستم کشته شو، ما معمولا عاقبت اندیش نیستیم، ولی وقتی اگه عاقبت اندیش بودیم که الان میدونستیم که رستم عاقبت خودتون چی میشه. قربان شما. آقا سلام، حال شما چطوره؟ عاقبت رستم چی شد؟ مثل اینکه به دست برادرش کشته شد. کدوم برادرش؟ خلیل اسمش بود. اسمش خلیل بود؟ فامیلی هم داشت؟ چرت کدوم بود؟ آقا شما کجا خوندین تو فردوسی؟ تو شاهنامه فردوسی کجا خوندین که رستم برادری به اسم خلیل داشته؟ کردم. البته تو شاهنامه نوشته که چیزا ندارم. شما اهل کجا هستید؟ کرمانشاه. اسم شما چیه؟ فرهنگ. آقای فرهنگ نوشته تو شاهنامه که رستم برادری به اسم خلیل داشته؟ ولی مثل این که نمیدونم بچگی بعد در بچگی برادری داشته؟ نه بچگی برام خوندن. یادم که بچه بودیم براتون خوندن و یادتون رفته به دست برادرش کشته. شما علاقه ندارین دوباره شاهنامه فردوسی رو بخونین؟ نوول. چرا؟ چون اینقدر کار زیاده. کار زیاده، ولی شما برجت کتاب که میخونین، روزنامه که میخونین، مجله که میخونین. خب شاهنامه رو بخونین که تاریخ کشور ما هستش. و عاقبت رستم بالاخره میفهمین چی شد. برادری به اسم خلیل نداشته قربان. اون من و شما هم که اسم برادرمون خلیله. رستم که برادرش خلیل نمیشه که. قربان شما آقا. خانم سلام. سلام. یه سوالی از شما دارم. شما شاهنامه فردوسی رو خوندین؟ بله. اسم فردوسی هم شنیدید؟ بله. جریان رستم و سهراب؟ بله. میدونید که آخر عاقبت رستم چی شد؟ به دست سهراب کشته شد. رستم به دست سهراب کشته. کی؟ در چه در جنگ بود؟ همینجوری بود چی بود؟ نه، در جنگی که با هم داشتن. جنگ با هم کردن و رستم به دست سهراب کشته. معذرت میخوام. شما چی گفتین قربان؟ عرض میکنم که ایشون کشته گرفتن. اسم شما چی اولا؟ بنده سیاوش خاوری. آقای سیاوش خاوری، من فرخزادم از رادیو ایران اومدم. چی شد؟ رستم و سهراب با هم کشته گرفتن؟ بله. بعد چی شد؟ کشته گرفتن و سهراب بر رستم پیروز شد و سهراب بر رستم پیروز شد. رستم بله. آقا اجازه بدین ایشون داره حرف میزنن. بعد چی شد؟ بله بله، سهراب به دست رستم کشته شد. آقا جان من سوال کردم که عاقبت رستم چی شد؟ عاقبت رستم؟ بله. رستم پیروز شد بر سهراب. خب بعد چی شد؟ بعد نمیدونم. خب بعد خنده دیگه نداره. خب پیروز شد درست. بعد چی شد؟ قربونت برم. نمیدونم دیگه. یعنی عاقبت رستم چی شد آخه؟ کجا رفت؟ مریض شد، جنگ کرد باز، چی شد آخه؟ بالاخره عاقبت همه آقای فرازاد، عاقبت بنده و شما هم همونه قربان. یعنی حتما مرده دیگه. خب بله میدونم که حتما مرده. من نمیدونم ببینم زنده است یا نه. ولی چه جوری قربون؟ بله. چه جوری؟ نمیدونم. نمیدونین؟ اونش والا اطلاعی نداره. قربان شما برم. آقا چی؟ بیا جلو ببینم. سلام. حال شما خوبه؟ اسم شما چیه؟ اسم من رضاست. من تو فروشگاه کار من به اون کارا کار ندارم. شما کجا کار میکنی؟ اسم شما چیه؟ قربونت برم. من رضا. شما رضا چی؟ شما محمدی. رضا شما محمدی. عاقبت رستم چی شد؟ عاقبت رستم اینه که به من رفت گفت که اسب شما چقدر مثلا خیز میکنه. بله. چقدر میره. کی بهش گفت؟ بهمن. بهمن. بله. بعد گفت 40 مثلا 40 متر. بله. این رفت 41 متر خندق کند. بله. این که رستم اومد بره اسبش وقتی پرید این 40 مترش پرید یک مترش نتونست بره. افتاد تون گود. اونجا خنجر و این چیز اونجا رستم کشته شد. خب این کی بود؟ چند سال بعد از مرگ سهراب بود؟ والله چه میدونم چند سال. قربان جان. خیلی متشکرم. اهل کجا هستین شما؟ عراق. جدی میگی؟ پس تفرشی هستی، همشهری خودمه. آقا سلام. سلام. حال شما چطوره؟ شما چند سالتونه؟ 22 سال. شما شاهنامه فردوسی رو خوندی؟ بله بله. میدونی که فردوسی کی بوده؟ شاعر نامی ایرانی. بله بله. و میدونی که در شاهنامه راجع به تاریخ ایران صحبت کرده. بله بله. از رستم و سهراب چیزی شنیدی؟ بله. میدونی که عاقبت رستم چی شد؟ فکر کنم کشته شد. چه جوری کشته شد؟ تصادف کرد کشته شد. تصادف کرد؟ با چی تصادف کرد؟ فکر کنم با ماشین تصادف کرد. با ماشین تصادف کرد کشته شد. اون موقع خیلی حتما خیلی متشکرم آقا. قربون شما. ممنون. خانم سلام. حال شما چطوره؟ شما اسم شما چیه؟ زمرد. خانم زمرد. فامیلیتون چیه؟ عیسویان. خانم عیسویان، شما شاهنامه فردوسی رو خوندین؟ شنیدین؟ شنیدین؟ آشنایی دارم. خب میدونی که شاهنامه فردوسی کتاب ادبی ایرانی دیگه. راجع به رستم و سهراب چی شنیدی؟ میدونی که رستم پسر سهراب رو کشت؟ خب رو آخر عاقبت رستم چی شد؟ خود رستم چی به سرش اومد؟ خود رستمو چه عرض کنم؟ تا اونجاش دیگه نمیدونی. خانم شما میدونی؟ بله، خودش مرد دیگه. از چه جوری مرد؟ دق کرد اصلا که بچه‌شو کشت، دق کرد دیگه. بچه‌شو کشت بعد خودش قصه خورد دق کرد مرد. چند سال بعدش دق کرد مرد؟ من به نظرم یک چند ماه بیشتر طول نکشید. شما اهل کجا هستی؟ من اهل سنند هستم. چند ماه طول نکشید که خودشم دقیق از غصه مرد. بله دیگه.
پوینتر هست یا نیست حالا؟ والا من نمیدونم، تا آخر برنامه گوش کنیم بالاخره معلوم میشه که آخرش چی میشه. من میدونم دیگه، نخوندم ولی. خب شنوندگان عزیز برنامه جمعه بازار، من تا فردا صبحم تو خیابونای تهران راه برم، بیشتر مردم هنوز فکر میکنن که اون رستم بود که به دست پسرش سهراب کشته شد، در که هیچ هم چیزی نبود و رستم اول پسرش سهراب رو کشت و بعدم از قصه دق نکرد، البته قصه خورد ولی از قصه نمرد. یه نفر فقط جواب تقریبا صحیح داد و اون یه پسر همشهری خودم بود، پسر عراقی بود، تفرشی بود، مرجع تفرش عراق چسبیدن به هم دیگه، راه دور نمی رگی بگم همشهری. و واقعا اینطور بود که دشمنان رستم بر سر راه رستم چای حفر کردند و می دونستند که رخش چقدر قدرت پرش داره و یک متر بیشتر اون چاه رو حفر کردن، یعنی قطر چاه یک متر بیشتر از اندازه بود که رخش میتونست بپره و توی این چاه رو پر از نیزه و شمشیر کردند. و رستم وقتی به این چاه رسید یا به این خندق رسید، با رخش از روی چاه پرید، متاسفانه دستای جلوی رخش از چاه اومد بیرون و پاهاش رفت توی این حفره، برای اینکه گفتم یک متر بیشتر قطر چاه بود، بیشتر از اندازه که رخش میپرید و رستم کم کم در این چاه فرو رفت و پایان رستم رفتن توی همین چاه هستش. البته روایت هست که میگن که دشمنان رستم تا روزها و هفته ها و ماها میترسیدن به چاه نزدیک بشن، برای اینکه از رستم به اندازه وحشت داشتند که فکر میکردن اگر سر چاه برن یا سر این خندق یا حفره برن، رستم از اونجا میاد بیرون و انتقام میگیره. ولی رستم در آخرین ثانیه‌ای که داشت در این چاه فرو میرفت، از کسی که چاه رو کنده بود انتقام گرفت، یعنی تیری بر کمان گذاشت و بر او انداخت و این مردی که باعث شده بود که رستم در خندق فرو بره به دست رستم کشته شد قبل از اینکه رستم در خندق فرو بره. شما آخر و عاقبت رستم رو شنیدید، ولی مسئله این هستش که من خودم شاهنامه شناس نیستم. شاهنامه رو یک بار خوندم وقتی بچه بودم، مثل همه پدرها پدر منم ما رو مجبور میکرد که کتاب بخونیم و ما شاهنامه رو هم خوندیم و هنوز یک شاهنامه قدیمی با تصاویر رستم و سهراب و فیروزالک در منزله پدرم وجود داره. اما دلم خیلی میخواد که از یکی از کسانی که اهل فن هست، یعنی شاهنامه رو میشناسه و به زندگی رستم و سهراب وارد هستش، دعوت بکنم که بیاد و یه روزی برای شما کامل و کلن راجع به این مسئله توضیح بده. انشالله دفعات بعد که با هم بودیم صحبتی میکنیم باز راجع به شاهنامه فردوسی و زندگی رستم و سهراب، به صورتی که شما کاملا وارد بشید و بدونید که این داستان از چه قرار بوده. اما چقدر خوبه که خودتون برید شاهنامه رو بخرید و زندگی رستم و سهراب رو بخونید، همینطور زال رو، همینطور رودابه رو و همینطور تمام قهرمان‌های افسانه‌ای کشور ما رو که فردوسی از اونها به زبان شعری یاد کرده. زبان شعر فردوسی زبان ادبیات کلاسیک کشور ما هست که نباید فراموشش بکنید. اینکه فرخزاد خودش میکروفون به دست به کوچه و خیابان میرفته و با مردم سخن میگفت، خودش مهمترین عامل برای تولید برنامه باب طبع مخاطبانش بود. او با مردم بود و برای مردم برنامه میساخت. سخن بیشتر درباره فریدون فرخزاد در بضاعت این برنامه نیست که تلاشم در این برنامه صرفاً روایت تاریخ است و همراه کردن شما با صداهایی از آن دورها که شاید به گوشتان نرسیده باشد. امیدوارم این برنامه نخست فصل دوم مورد رضایت شما واقع شده باشد. بسیار سپاسگزارم از همراهی و محبت شما با من عبدالله عبدی، تهیه کننده و مجری تنین تاریخ. این برنامه و سایر قسمت‌های پیشین و دیگر برنامه‌های ایران اینترنشنال از طریق اپلیکیشن اینتل پلاس قابل دریافت و دنبال هستند. اوقاتتان خوش، بدرود. مهر ایران که سرشته از آن گل من، گل من عشقی سوزان شده در دل من، دل من در این آتش پروانه وش سوزد جان پریشان.
پروانه وحشزان پروانه کنم.